لیلی، محور گفتگوهای جلسه امروز چه ها بود؟ خب جلسه امروز با سخنرانی ویژه سر جان درمانوویچ، وزیر خارجه سابق کشور مونتنگرو آغاز شد. آقای درمانوویچ توی صحبت‌هاشون مدل‌های مختلف گذار دموکراتیک رو بررسی کردند و مثال‌هایی از کشورهای بالکان غربی و در واقع سایر کشورها رو ارائه دادن و مقایسه‌اش کردن با گذار احتمالی در آینده ایران. در بخش های بعدی در واقع پلتفرم هایی بود که در مورد عدالت محیط زیستی و عدالت اقتصادی صحبت شد. در مورد عدالت محیط زیستی هم فعالان در واقع این حوزه و هم حقوقدان آقای حسین رئیسی صحبت کردند. آقای رئیسی به این اشاره کردند که نیاکان ما برای ما دعا می کردند که این کشور رو از دروغ و خوشسالی در واقع محافظت بکنه، ولی الان ایران هم دچار خوشسالیه و هم دروغه. من از ایشون اصلا در مورد اصل قضیه عدالت محیط زیستی سوال کردم، پاسخ ایشون رو بشنویم. عدالت محیط زیستی یک جنبش اجتماعی هست که این جنبش اجتماعی به حقوق بین‌الملل و حقوق بشر هم وارد شده و اون میخواد که اولا کشورها با هم برابر باشن، به خصوص در مناطقی که به هم از نظر منابع طبیعی تأثیر میذارن، و هم در کنارش میخواد افراد در درون هر سرزمینی از منابع اون سرزمین به صورت یکسان بهره‌مند بشن و تصمیمات و یا اتفاقاتی که در درون سرزمین رخ میده صرفا یک عده مشخص رو مورد هدف و آسیب قرار نده و احیانا اگر آسیبی رخ داد این آسیب جبران میشه و مشخص به طور خیلی مشخص‌تر به حال کشورها در حال توسعه هستند، از جمله کشور ما به شدت در حال توسعه است و بدون توسعه امکان نداره بتونه رشد خودش به خصوص پس از گذار از جمهوری اسلامی انجام بده. از این رو امر توسعه معمولا خسارت به بار میاره، اولا باید خسارت کاهش بده، در ثانی وقتی که خسارت های زیست محیطی از طریق امر توسعه به وجود میاد باید کسانی که یا مناطقی که خسارت میبینن بتونن از امتیازاتی بیشتری برخوردار بشن، به نحوی که زندگی اونها، غذا و منابع غذایی، منابع زندگی اونها به خطر نیفته یا اگر به خطر افتاد بلا فاصله منابع جایگزین داشته باشن، نه اینکه سبب جابجایی بشه، سبب کوچ اجباری بشه، و اگر سبب کوچ اجباری بشه این از جمله حقوق موارد حقوق بشری جدی محسوب میشه که قابل تعقیب هست. در مورد بحث عدالت محیط زیستی به مواردی از جمله نقش آموزش در آینده محیط زیست ایران اشاره شد و چقدر کمبود آموزش مردم در خصوص مسائل محیط زیستی داره حس میشه رو بهش پرداختن و همچنین به این اشاره کردن که باید یک برنامه بلند مدتی برای دوران گذار از جمهوری اسلامی آماده بشه، فقط صرف برای آموزش و ایجاد نهادهای برای کنترل و نظارت بر حوزه محیط زیست. لیلی نیکفر، خبرنگار آزاد، از روز دوم کنفرانس عدالت در دوران گذار که در نروژ در حال برگزاری، سپاسگزارم.